سلام خوش آمدید به یک ویدیوی دیگه اولا امیدوارم که تمام شماهایی که بیرون از افغانستان و ایران هستید آخر هفته خوبی در پیش داشته باشید و راستی امروز جمعه است شمایی که در افغانستان و ایران هستید هم امیدوارم که جمعه خوبی را در پیش داشته باشید یا سپری کرده باشید در این ویدیو یک بررسی کامل از وضعیت فعلی مارکت به صورت آنچینی و فاندامنتالی برتان مدام و در آخر ویدیو در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم که چرا ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی هنوز میتواند در ادامه 2024 و 2025 جز بهترین ارزها برای سرمایه گذاری باشد و همچنین سوی در مورد خبر مهم سویان برتان معلومات میدم. قبل اینکه ویدیو شروع کنیم برای حمایت کافی روی دکمه لایک کلیک کنید هیچ هزینه ای براتون ندارم اگر بی خبر بودید روی دکمه لایک کلیک کنید جدید هستید در کانال حتما کانال سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آینده کانال از دست ندهید لحظه ای که من ویدیو رو براتون میگیرم بیت کوین روی 67793 دلار است در ویدیوی دیروز گفتم که وضعیت فعلی مارکت می یک تله باشد برای خرید فعلا کمی احتیاط کنید هنوز من به همین باور هستم و دلیلایش هم در ویدیو دیروز برتان توضیح دادم و ایرم در نظر بگیرید که این ویدیو به معنی نبود که مارکت حتما پایین میره شما الان ارزهای دیسال دانه بفروشید یا بیخیال مارکت شوید نه خیر یک سناریو بود و میدانید که بازارهای مالی داینامیک هست. تمام بازارهای مالی فرق مداره فارکس است بورس است ارزهای دیجیتال یعنی مدام در حال تغییره وضعیت امروز مارکت دو روز بعد دیگه میتواند کاملا به یک شکل دیگه باشد منظورم امروز وضعیت کاملا مثبت و دو روز بعد منفی باشد یا در حال حاضر منفی دو روز بعد مثبت باشد مارکت مدام در حال تغییره در طول یک روز خیلی تغییرات رخ میده و ایرا بیشتر از ده ها بار شاهدش بودین دیگه قیمت بیت کوین اول صبح مثلا 62 هزار. اول روز 62 هزار دلار بوده آخر روز 65 دلار یا اول روز 62 دلار بوده آخر روز 58 دلار یک چیزی که مدام داخل مارکت اتفاق میفته خب از شاخص انباشت شروع میکنیم شاخص انباشت از صفر 76 آمده بالا به صفر 81 یک اینجا عدد یک داریم و صفر یک نهایت تقاضا برای بیت کوین یعنی نهایت خرید صفر یعنی هیچ خریدی صورت نمیگیره در نظر بگیرید که این شاخص فعالیت تمام سرمایه گذاران بیت کوین دنبال نمیکنه فقط فعالیت یک دسته از سرمایه گذاران بیت کوین دنبال یا ردیابی میکنه که ما در حال حاضر در نزدیکی عدد یک هستیم این شاخص انباش نشان میده که تقاضا برای بیت کوین از سمت یک دسته از سرمایه گذاران بیت کوین در حال افزایش است و اینجا امروز شاخص نسبت خرید و فروش تا اینجا به نفع خریداران است بالای عدد یک است به این معنی که تایت های ثانوی از شروع امروز تا الان فشار خریداران بیشتر از فروشندگان است این دیروز فشار فروشندگان بیشتر از خریداران بود که تأثیر شما روی قیمت هم بیت کوین از روی 67 شستو... 68 هفت... نزدیک 68 هزار دلار رفت با این تا 66 هزار دلار بعد آدرس های جدید بیت کوین دیروز یک افزایش کوچیک داشته چرا باگ داره بعضی وقت دیروز 309 هزار آدرس جدید روی شبکه بیت کوین ساخته شده این خوب است مثبت است امیدوارم که افزایش ادامه پیدا کند سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت زیاد فعالیت انجام ندادن نه سرمایه گذاران بلند مدت نه سرمایه گذاران کوتاه مدت ریلایس پرافیت بیت کوین یعنی مقدار بیت کوینی که در سود فروخته میشه پایین است یعنی خوب است سرمایه گذاران با وجود اینکه در سود هست تمایل برای فروش ندارد این به معنی که منتظر قیمت های بالاتر هستند ولی بله خب همیشه هم این شکلی نیست مثلا اینجا زمان بیت کوین 62 هزار دلار بود بیشتر از 5 میلیارد دلار بیت کوین روی سود فروخته شده خب بعدش بیت کوین این مقدار رفت پایین تا نزدیک 57 هزار دلار پایین رفت آمد بالا در صورتی که در این نوع روی این نوع قیمت ها معمولا کم اتفاق میفته که هی حجم زیاد از بیت کوین روی سود فروخته میشه همون رقمی قبلاً قبلا گفتم هیچ چیز داخل مارکت 100 درصدی سنت درصدی نیست یعنی یک چیزی که در گذشته اتفاق گفتن که دوباره تکرار شد لازم نیست که همون تاثیر قبلی دوباره روی قیمت گذاشته شود. ولی اکثریت وقت چرا آدرس هایی که 100 تا دا بیت کوین داره زیاد انجام ندادن آدرس هایی که ده هزار بیت کوین داره یک دونه آدرس در اضافه شده و آدرس که یک هزار بیت کوین داره دیروز فقط دو هزار بیت کوین توسطی در دست از آدرس ها خریده شدن بازم دوباره لیکویدیشن متاسفانه در حال حاضر اتفاق میفته فقط با همین چند هزار دلار بالا پایین 145 میلیون دلار در 24 ساعت گذشته لیکوید 92 میلیون دلار لانگ 53 میلیون دلار شارت این فقط در 24 ساعت گذشته است یه عددای 4 ساعت گذشته 12 ساعت گذشته و یک ساعت گذشته اینجا رو ببینید 5 نوامبر یا 4 نوامبر است که این در آمریکا انتخابات است و امروز 18 اکتبره، چیزی نمانده تقریبا دو هفته بعد دیگه در آمریکا انتخابات است سال انتخابات یا بعد انتخابات آمریکا قیمت طلا سهام حالا 15 سال میشه فقط در سایه وجود داره خلاصه هر زمانی که در آمریکا انتخابات بوده بعدش قیمت بیت کوین رشد بی‌نظیر کرده نه جابجا که هم انتخابات آمریکا تمام شد بیت کوین پرواز کند ولی عموماً 2012 2016 یعنی چارت قیمت عملکرد قیمت بیت کوین نشون میده 2020 و الان 2024 و از آنجایی که ترامپ علاقه خیلی زیاد هم برای بیت کوین نشان دادن اینجا ما عملکرد نهنگ های داخل اثبات صرافی ها آره رو میبینیم که در حال حاضر برابر است با سال 2020 هم بود تقریبا زمان انتخابات آمریکا ببینید اینجا شما در تصویر می‌بینید که بعدش قیمت بیت کوین خب کمی رنج داشت نوسان داشت اما خوبی در یک طول در یک مدت زمان خیلی بلند است اگر ما این رو بریم در تایم فریم کوتاه‌تر ببینیم نواسان آدم شغب بودم بیت کوین رفته بالا تا 30000 دلار آمده پایین تا 20000 دلار رفته تا 45000 دلار اومده پایین تا 30000 دلار رفته بالا تا 60000 دلار اومده پایین تا 50000 دلار ولی در طول یک زمان بلندگی ببینیم رشد بی‌نظیری کرده که من همین زمان خودم داخل مارکت بودم حتی ویدیواش داخل کانال یوتیوب هست من ایتریوم بار اول روی 85 دلار اینا خریدم بیت کوین 4000 من بیت کوین 4000 دلاری رو داخل مارکت دیدم 4000 دلار پایینتر از حتی 4000 دلار زیر 4000 دلار 3800 900 دلار داخل مارکت دیدم خب اینا چیز اینا ابزارهای مثبت یا نشانه های مثبتی است که ما و شما به عنوان یک سرمایه گذار بلند مدت باید در نظر بگیریم یعنی بیشتر از نوسانات قیمت در کوتاه مدت باید بیشتر به اینا توجه کنیم و اینجا را ببینید دوستان در فصل 3 2024 که فصل 3 تمام شد ما الان وارد فصل 4 شدیم اکتبر نومبر دسامبر فصل 4 2024 است. در فصل 3 2024 از هر 3 دلاری که توسط VC یا وینچر کپیتال شرکت های سرمایه گذاری داخل بازار ارسای دیشتال سرمایه گذاری که مجموعاً 54 میلیارد دلار توسط وینچر کپیتالات فقط در فصل 3 2024 سرمایه گذاری شده از هر سه دلار یک دلارش روی هوش مصنوعی بوده از هر سه دلار یک دلارش روی هوش مصنوعی بوده که مجموعا 16.8 میلیارد دلار است فنتک داریم ریتل تک و همچنین دیجیتال خل... هلت خب ارزهای دیجیتال خوبی در رابطه به هوش مصنوعی وجود دارد به نظر من بهترین هایش نیر در بخش هوش مصنوعی کار میکنه و زودی در موردی سویم صحبت میکنیم که سویم هم سوق داده به سمت هوش مصنوعی نیر چون نیر هم زلا یک است هم سمت هوش مصنوعی کار میکنه دیگه چه های دیجیتال خوبی در بخش هوش مصنوعی وجود دارد اینجکتیو هم تا یک حدی در بخش هوش مصنوعی فعالیت میکنه رندر به نظر من نمبر هوش مصنوعی است نمبر وان هوش مصنوی است بعد جی آر تی دیگه هم وجود داره ولی به نظرم اینا جز بهترین که در بخش هوش فعالیت میکنن کم ریسترینش خوبترینش همی جی آر تی نیر ام. رندر است نیر و همچنین انجکتیو سوی تازه خبری پخش کرده که به تازگی در حال آزمایش کردن کار برای هوش مصنوعی است یعنی امکان روی بلاکچین سوی در حال ساختارش است که بلاکچین سوی بتونه از پس کارهای هوش مصنوعی هم بر بیاید یعنی چی شخصی هم؟ کوفاندر یکی از بنیانگذاران میستین لبس میستن شرکتی هست که همی سوی ساختن میستین لبس کمپانی است که فکر کنم در آمریکاست دفتر اصلیش ولی مستر لبز کمپانی است که عرض سوی ساخته و ای که یکی از بنیانگذاران گذاران سوی هست سوی یک مقدار قیمتش پایین هم آمده الان روی چند است الان روی دو دلار و شش سنت است البته فکر کنم زیر دو دلار هم رفت همین دیروز پریروز تا زیر دو دلار هم رفته بود داره تا یک دلار 99 سنت پایین رفته خب نظر به رشد زیادی که در چند وقتی گذشته کرده بود این اصلاحات کاملا نرمال است و همچنین عرضه ای توکن در روزهای آینده دارد دیگه از زان ای بود از ویدیو امروز لایک کامنت بچه فراموش نشه حمایتان قابل تحسین است هفته خوبی برای همه تان میخوایم آخر هفته خوبی برای همه تان میخوایم خداوند نگهداری همه اتان.